من قبلا عکسو برات فرستادم. اگه دقیق تر بگم شما دو تا صندلی سفید نیاز دارین. دقیقاً. هم بله. درسته، دو تا صندلی سفید. میدونم. چیز دیگه هم میخواین؟ خب زنبق لطفاً. زنبق 150 تا. آره. لطفاً منتظر باشین. آره. برای 150 نفر. آره همینطوره. باید اینو با مدیریت چک کنم. واقعا ببخشید، وقتی کاری پیش میاد مجبور میشم که همون لحظه جواب بدم. مامانم یکم معتاد بکاره. عزیزم ربطی به اعتیاد نداره. خب چون همه چیز یهویی پیش اومد، منم مجبور شدم لحظه آخر برنامه های کاریمو عوض کنم. به خاطر همینم یه مشکلاتی پیش اومد. خیلی ببخشید. منتظر خبرت هستم. بسیار خوب، به شما اطلاع میدیم. بله طبیعیه. بچه ها همه ما رو سورپرایز کردن. زندگی دیگه پر از سورپرایز های تلخ و شیرینه. حالا که شما کارتون زیاده منم برم سر اصل مطلب. آه ببخشید. خودتون میدونین که رسمه. برای نامزدی چه درخواستی دارین؟ چه نامزدی تو رو خدا؟ مگه تو این دور زمونه هنوز نامزدی مونده؟ آره تو کشوری دیگه وقتی پیشنهاد ازدواج میدن دیگه ناخودآگاه نامزد به حساب میان. تموم شد رفت. آره نایس. مسلماً اینجا شرایط فرق میکنه. نه یعنی غریب جون من و تو نامزد نبودیم، درسته؟ تازه میدونین که ما یه چند سال پیش بود، سنم خیلی کم بود. بالاخره منم اینجا ازدواج کردم، یه بچه دارم. الکی که حرف نمیزنم، ما اصلا برنامه نامزدی نداشتیم. به نظرم اینجور چیزا فقط واسه اینه که بزرگترهای خانواده رو سرگرم کنن، فقط همین. شاید این چیزا برای تو مهم نباشه، ولی این یه رسمه، نمیتونی رسوماتو از بین ببری. تو داری اینو میگی؟ به نظرم فردا نامزدی رو برگزار کنیم و چیز خاصی هم نمیخواد. باورم نمیشه تو اینو رو میگی. غریب تو چه شده؟ واقعا خیلی عجیبه. من یکی که باورم نمیشه این غریبه که داره این حرفا رو میزنه. تو واقعا خیلی عوض شدی عزیزم. عزیزم فکر کنم اسما خانمم داره با ما شوخی میکنه. ببینیم تو این سن نکنه که قراره واسه شون بغچم ببندیم. آره درسته. این کارو میکنی؟ عثمان برجو شماها چی میخواین؟ خب مهم خواسته های شما دو نفره. بله شما قراره ازدواج کنین، مسلماً خواسته های شما مهمتره. بله چون در نهایت یک بار اتفاق میفته، برای همین فکر میکنم یه نامزدی ساده خوبه. به نظرم خیلی عاقلانه است. در ضمن بغچه های مامان از ما خیلی معروفه. پس فردا اگه تو هم با من همکاری کنی به سلیقه خودت میریم خرید میکنیم. نظرت چیه عزیزم ها؟ حتما. خب باید اینم بگم که رسومات در واقع تجربیاتی هستن که از نسلی به نسل دیگه منتقل میشن. درست میفرمایم. فرداها با تجربه های دیروز درست میشن. اگه آدم ها بخوان که رسومات رو... آره میدونم. معذرت میخوام. آره میدونم. تو یه ساعت دیگه میرم سر لپتاپ. آره ترکیه هستم. تو یه ساعت دیگه باهاتون حرف میزنم. خیلی ممنون. سرن با کارش ازدواج کرده. خیلی خوب. واقعا ببخشید. آره تو دو روز دیگه برمیگردم، ولی فعلا توی جلسه کسل کننده گیر افتادم. خیلی کسل کننده است. آره.
دارم دیوونه میشم. نمیدونم.